به دنبال گزارش مدیر کل آژانس مبنی بر نقض شدید برجام توسط رژیم آخوندی روزنامه حکومتی وطن امروز از باند قالب نتایج سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران را کلاهبرداری آژانس توصیف کرد و با حملات ضمنی به روحانی نوشت مقامات در سکوت خبری دسترسی های درخواستی آژانس را بدون کم و کاست و بدون گرفتن امتیاز خاصی به آژانس دادند. مقامات وزارت خارجه بازرسی از دو سایت اتمی را زیل قطنامه شورای حکام قرار دادند و این تابعی از روند شورای حکام می شود و این گونه چرخه نظارت بیشتر، ابهام بیشتر، فشار بیشتر ادامه پیدا می کند. دولت باید پاسخ دهد ده چرا از گام های کاهش تعهدات هستهی عقب نشینی کرد. روزنامه وطن امروز افسود فرمت گزارش دهی آژانس نشان از یک طراحی خطرناک برای تبدیل کردن پروتکل الحاقی از یک اقدام اختیاری به یک تعهد دائمی دارد و قرار گرفتن موضوع بازرسی از دو سایت اتمی زیل روند قطنامه شورای حکام به آن معناست که در صورت عدم رضایت آژانس از بازرسی های انجام شده شورای حکام می تواند موضوع هستی جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل ارجا دهد این منبع درباره سفر وزیر خارجه سوئیس به ایران نوشت محتمل ترین فرضیه این سفر را می توان دادن ضریب مضاعف بازیگری به سوئیس از طریق کانال مالی این کشور برای نگه داشتن جمهوری اسلامی پای تعهدات برجامیش در صورت آغاز فشارهای جدید از سوی آمریکا دانست. روزنامه سپاه پاسداران نیز نوشت وزیر خارجه سوئیس برای تقویت کانال مالی سوئیس که جایگزین اینستکس اینستکس شده به ایران آمده است.